جهان از نگاهی دیگر، میزگرد سیاسی، بررسی اوضاع سیاسی ایران، منطقه و جهان با حضور کارشناسان، برنامه از رادیو مانی. کشورهای خاورمیانه از جمله میهن گرامی ما ایران همواره دستخوش تحولاتی است که گاهی ریشه های محلی و ملی، ریشه های بین المللی هم داره. یعنی نیروهایی یا دولتهایی تأثیر میگذارند آگاهانه بر تحولات که در داخل ایران مثلا پیش میاد و تحولات رو به سود منافع دولت‌های مطبوع خودشون میچرخونن، مدیریت میکنن تا اونجا که بتونن. برای این کار خب به تنها چیزی که نخست نیاز دارن یک صدای فارسی، یک تلویزیون فارسی، رسانه فارسی و بعد یک سفارت در مثلا ایران. در افغانستان هم این کار رو میکنن، در کشورهای دیگه هم این کار رو میکنن و ما گاهی متوجه نیستیم که چرا این همه رادیو و تلویزیون با هزینه کشورهای اروپایی و آمریکا و هر جای دیگری، روسیه، به سوی ایران برنامه میفرستند. اینها چه اهدافی رو دنبال میکنند؟ آیا اینا دلشون برای مردم ایران سوخته؟ دلشون برای منافع ملی ایران میسوزه؟ یا نه اهداف آشکار و پنهانی دارن؟ ما همونطور که باید در زمینه شناخت کشورهای دیگر دقت به خرج بدهیم، ببینیم که نیروهاشون، نیروهای نظامیشون، نیروهای سیاسیشون، نیروهای امنیتیشون چه نقشه های دراز مدت و کوتاه مدتی برای ملت ها میریزن، از جمله برای ملت ما که چوبش رو خوردیم، باید ببینیم که این رسانه ها چه نقشی در تحولات میهن ما و کشورهای همسایه ما داشتند و دارند. برای این کار من دو تن از دوستان گرامی رو، کارشناس ارجمند رو دعوت کردم به این برنامه، آقایان دکتر رضا حاضلی و هلمند اربابی. و آغاز میکنم با آقای هلمند اربابی. آقای اربابی، هم شما و هم جناب حاضلی خوش آمدید. ما یک ساعت فرصت داریم تا نظرات شما گرامیان رو بشنویم. آقای اربابی، شما در این باره چگونه میاندیشید؟ بگذارید من سوال رو خیلی کلی از شما بپرسم. بفرمایید. من نخست درود بسیار گرم به شما سرکارمانی گرامی میگم و سپاس میگذارم و میستایم کوششتون رو در راستای این گونه برنامه ها رساندن آگاهی و روشنی به مردمان. و درود بسیار گرم به سرکار حاضلی میگم و خوش آمد بهشون. من فشرده ای رو میخوام در آغاز بیاغازم. یک نگاه به گفته سیاسی اجتماعی یا سیاسی جامعه شناسی میخوام بندازم و اونم این است که همه کشورها سیاست درونی و بیرونیشون رو اینگونه میچینن که یا پایه یا شالوده هر کشوری این هست که نخست، به درستی هم کم و بیش البته همین است که سود و خواسته ها و اون منافع درون آن کشور یکی برشون و بر پایه این شالوده که منافع آن کشور خودشون برشون یکی، با بیرونشون برخورد میکنن. در این گونه برخورد دست کم دو سه گونه میشود یافت. یک گونه هست که میکوشد که بسیار بسیار سود ببرد از کشورهای دیگر و ابزارهای گوناگون یاری بگیره. یک گونه دیگر هست که کمی نرمتر هست، ولی در هر دو روی، در هر دو سوی خواسته و اون منافع آن کشور یک هست. قدرت‌های بزرگ جهانی در این میدان بالاترین سهم رو دارن، بالاترین بهره رو دارن. من بسیار فشرده از کنار اینها میگذرم
برای اینکه چندان دور نشم از سخن خودم، من یک نمونه رو امپراتوری انگلیس رو یا امپراتوری بریتانیا رو برای نمونه میارم. خب همه کشورهای دیگری که قدرت جهانی میشن یا قدرت‌های بزرگ میشن، برای اینکه این قدرتشون رو پاس بدارن و نگاه بدارن، به ناگزیر دست به ابزارهای گوناگون و بسیار از این ابزارهای گوناگونی که به کار میبرن بسیار اهریمنانه هست برای کشورهای دیگر، ولی برای خودشون سودمند است، برای اینکه اینها باید به اون قدرتشون رو پاس بدارن. انگلیس اگر به کشورهای دیگر رفت یا به سرتاسر جهان رفت، این نبود کن دیگر کشورها براشون نامه عاشقانه یا مهرانه براشون بنویسن که بیاد خوش اومدید و ما را بسازید، استعمار کنید، باز بسازید، باز آفرینی کنید آنگونه که درست هست. هرگز چون این چیزی نبوده است. اونها با تیر و تفنگ و توپ و تانک رفتن به این کشورها و اونها را به زیر فرمان کشوندن و هدفشون هم دنبال اون ساختار کهن مرکانتیلیسم و سپس سرمایداری و سپس اندوستریالیسم و خب البته دنبالش هم همون سرمایداری بود که بر اینها نشست، ابزار سرمایداری. اینها جهان رو کوشیدن هر کدومشون به دست بگیرن و ماده های خام در اون کشورها رو بسیار ارزان و رایگان بگیرن، بسازن و سپس کارخونه هاشون رو سر سامان بدن، خودشون بسیار پیشرفته بشن و گران هم به اون توده هایی که مردمانی که از اونجا این کالاها رو خریدن بفروشن، این ماده خام خریدن بفروشن. این انگلیس از این ساختارش رو دست کم تا همین 40-50 سال پیش همین بوده و پس از اون هم نه این که دست کشیده باشه از این خواسته های خودش، برای این که همچنان انگلیس یکی از قدرت های جهانی است و در پی آن هست که به هر شیوه شده خودش رو نگه بداره. از ابزارهای گوناگون به راستی اینا یاری میگیرن. قدرت های جهانی زمانی که به کشورهای دیگه میرن دو سه تا گونه ابزار به کار میبرن. یکی این که همچنان گفتم بریتانیا، کشورهایی که ساختار سیاسیشون کمی شلوول هست، کاستی دارد یا بیدر و پیکر است، میتازند و میگیرند و سپس فرماندار خودشون جا مینشونند، همچنان که در انگلیس، در هندوستان پیش اومد، در استرالیا پیش اومد، در چین حتی پیش اومد و در حتی آمریکایی که اکنون آمریکای شمالی، اینا رو انگلیس این کارو کرد. برخی کشورهایی که دارای در و پیکرهای سفتری بودند، اینها نتونستند که اون سرزمین‌ها رو به گونه استعماری یا به گونه کلونیالی بسازند. اومدن در درون سامانه قدرت سیاسی یا قدرت کشورداری اونها رخنیدن یا رخنه کردن و خب در یک جایگاه بالا که امپراتوری انگلیس هست، قدرتمند هست، پولدار هست، توانا هست و اینها به شیوه بسیار زیرکانه اینا رو تونستن بخرن، این کسانی که در دستگاه برای نمونه ایران رو من برمی بخرن و اینها رو به هر روی به گونه مزدور خودشون بسازن. این مزدور که ما اینجا به کار میبریم، مزدور سیاسی، اینجا بیشتر از هر چیزی میشود یافت و اینها کسانی بودند که اگرچه کشور استعماری نبود ولی به گونه کشور خواسته های اون قدرت ها را پیاده میکردن. این یکی از اون ابزارهای بسیار پلیدی بود که به ویژه انگلیس به کار میبرد. در کنار این انگلیس کارهای دیگری هم انجام داد و اون هم این که آفرینش برخی فرهنگ ها، برخی گرایش هایی که دوست داشته باشن انگلیس رو یا انگلیسوفیل باشن، انگلیسیار باشن، اینها رو هم بسیار دامن زد و مانند فریمیسونری، اینا فریماسون که در ایران بود، اینها در همین راستا بودن. سمت این بود که امپراتوری بزرگ انگلستان یا بریتانیا خودش را بر سرتاسر جهان چیره بدارد یا بچیرد همه جهان را و از همچنان گفتم که دیرکت میرفت میگرفت اونجا را یا اینکه از راهی میرخنی در درون قدرت کشورداری و اونها را به زیر فرمان میکشوند. من از اینجا میخوام شتاب بگیرم برم یه نکته ظریفی که نکته بسیار وقت گفتار امروزمون هست و اون هم به کارگیری ابزارهای گوناگون این قدرت‌ها برای ماندگاری خودشون. یکی از این ابزارهایی که به ویژه از 200 سال پیش 300 سال پیش نقش رسانه‌ها بوده و آوردن نقش تو رسانه‌ها، نقش پروپاگاندا هم در کنار رسانه‌ها، در دل رسانه یکی از اون ابزارهایی بوده که اینها بسیار یاری گرفتند. این بخش یه بخش بسیار پیچیده‌ای هست که من میخوام در همین سخن خودم را بیاغازم که میشود سه گونه رسانه در جهان جست، آنگونه که دانش من هست یا فهم من هست.
یکی رسانه هایی که سمت و سوهای بیشتر به نیوترالیزم یا نیوترال سمت دارن، گزاره رو آنگونه که کم و بیش هست میگن، ولی خب بازم اینها برای اینکه بینندگان خوانندگانشون رو به خودشون بکشونن کمی هم چرب میکنن، میپیراین خبر رو، گزاره رو، تا خواننده و بیننده رو به خودشون بکشونند. و این یه بخشش هست که حالا من بخش دوم را کوتاه هم بهش برمیگردم. بخش دیگر رسانه آمیخته هست. این رسانه آمیخته بسیار قدرتمنده، بسیار فراگیر و جهانی است. یه بخش سوم هم هست که من بخش دوم رو برمیگردم که آمیخته چی سخن من از آمیخته چه هست. بخش سوم هم بخش مال رسانه هایی است که از آن قدرت های دینی و ایدئولوژی که بسیار تبهکار هم هست. این بخش سوم بسیار دروغ آمیز است. بخش دوم راست دروغ با هم آمیخته است که من اینو در بخش دیگر میپردازم. یک دنیا سپاس، ما در خدمت شما هستیم برای تکمیل کردن آنچه که در ذهن آماده دارید. یک خوش آمد بگویم به آقای دکتر هازلی و ایشون. آقای هازلی در این یکی دو هفته اخیر یادداشت‌های کوتاه اما پرشماری در باره تحولات افغانستان و برخورد طالبان نوشتند و موضوعاتی که مربوط به دره پنجشیر بود و بعد نقش بی بی سی در ترور فهیم دشتی، یکی از تئوریسین‌های بزرگ اصلی جریان احمد مسعود که کشتنش، و حتی در باره نوشته ایشون من دیدم که بی بی سی واکنش نشون داده و جوابی داده. اینجاست که دقیقاً برمیگرده به محور گفتمان یا گفتگوی امروز ما، نقش یک رسانه‌ای که نامش هست بی بی سی فارسی در تحولات. ما یک بار گفتم در دوره سرنگون کردن دولت مصدق بی بی سی نقش داشته، در سال 56-57 جریان سازی و برای بالا آوردن خمینی و در رأس نشوندن اون نقش بسیار بسیار واضحی داشت. حتی در اون خرافه‌ای که عکس خمینی در ماه دیده شد و همینطوری قضیه ادامه داشته تا با اکنون. اما دارم خدمت آقای دکتر هازلی گرام، شما بفرمایید که شما حدس زدید که بی بی سی نقشی تعمدانه داره برای لو دادن فهیم دشتی، یا بر اساس داده هایی اون ادعا رو کردید و در این حال اگر تنها یک ادعا بود چه ضرورتی داشت که بی بی سی پاسخ بده؟ بفرمایید. درود بر شما جناب مانی گرامی و بر جناب اربابی ارجمند. عرضم به حضورتون که درباره ترور جانفشان خراسان، فهیم دشتی و جانفشان ایران زمین فهیم دشتی خدمتون توضیح خواهم داد. منتها اگر اجازه بدید قبلش من خیلی سریع به یک برهه‌ای که ما یعنی کلن بشریت داره به اون وارد میشه من یه اشاره بکنم که این برهه بسیار بسیار خطرناک است و متاسفانه میتواند باعث آشوب‌های فراوان و قربانیان فراوان به ویژه در کشورها و مناطق حوزه تمدن ایرانی یعنی افغانستان، تاجیکستان، ایران و حتی مناطق کردنشین در آسیای غربی بشه. جناب مانی گرامی، مسئله اینجا هست که ما از سال 2019 و همچنین پس از اون در نشست داووس که نشست مجمع جهانی اقتصاد
هست و ثروتمندترین و قدرتمندترین نهادهای اقتصادی و سیاسی جهان در داووس سوئیس در اون شرکت میکنن و رئیس اون با آقای کلاوس، ریاست اون و بنیانگذار اون با آقای کلاوس شواب هست. ما تئوری رو در جهان دارن پیاده میکنن که اون تئوری در واقع گذار انسان به عصر ترانس اومانیزم هست، یعنی ترانس اومانیزم یا ترا بشریت هست. این البته مدت ها در محافل فلسفی جهان روی این مسئله، روی ترانس اومانیزم و ترا بشریت صحبت می شد، اما عرضم به حضور شما که در واقع میشه گفت شروع رسمی اون با بحران کووید 19 بود و مسئله کرونا که پیش آمد. نام کتاب آقای کلاوس شواب هم دقیقاً زدن، نامش این هست: کووید 19 و گریت ریست. گریت ریست یعنی بازچینی بزرگ دوباره که این دوستان میخوان انجام بده. این رو از کووید 19 و گریت ریست رو در واقع تحت عنوان عرضم به حضور شما که انقلاب صنعتی چهارم هم از اون نام میبرن، چون ترانس اومانیزم یا ترا بشریت یا ترا انسان، انسانیت در واقع به مفهوم اون است که با توسعه هوش مصنوعی یا آرتیفیشال اینتلیکت نقش بشر در کره زمین به طور کلی کم میشه و بسیاری از کارکردهایی رو که قبلا انسانها انجام میدادن جای اونها رو هوش مصنوعی میگیره. و این خب خیلی از خوشبین ها میگن که خب این خیلی خوبه، بشر پیشرفت میکنه، ولی موضوع اینجاست که کم کردن نقش بشریت باعث این میشود که حقش هم کم بشود، حقوق بشر هم کم بشود، دموکراسی هم کم بشود و حتی در کشورهای غربی حکومت‌های اتوریتر و اقتدارگرا و پلیسی بیشتر بشه. در جهان سوم هم تبعات این ترانسومانیزم این است که به بهانه‌های مختلف، اولا با ویروس‌های گوناگون مرزها بسته خواهد شد، مهاجرت محدود خواهد شد و برای اینکه دیگر به این بشر و مهاجرت اون هم دیگر مثل گذشته نیاز نیست و باید محدود بشود، بهترین روش کنترل این بشر در واقع روی کار آوردن دیکتاتوری ها، رژیم های فاشیستی، مذهبی و متحجر است که این بشر رو سرکوب کنند، که برای این بشر جهنمی درست کنند که نتواند رشد کند، به رشد شکوفایی برسد، خانواده تشکیل بدهد و محدود بماند و همانی انجام بشود که سیاست کلی کلاب روم از دهه 70 بوده، یعنی رشد اقتصادی کم در کشورهایی که نمیخواهند جمعیت اونها زیاد بشه. حالا من با این مقدمه سری برمیگردم سری به اون چیزی که اکنون در ستون فقرات فرهنگ و تمدن ایرانی، یعنی در خراسان، یعنی در ایریا و اجه ایرانویش یا مرکز و اون در واقع سرزمین اصلی، سرزمین اوستا، سرزمینی که در اون اوستا و گاتا نوشته شده، برگردیم. طبیعی هست که با چنین دوره‌ای و با چنین نگاهی، با چنین دیدگاهی و با توجه به کینه‌های تاریخی که به هر حال تمدن جودو کریستین، یعنی یهودی مسیحی غالب غربی، از تمدن ایندو ایرانیان یا هند و اروپایی داره، در واقع این ترانس اومانیزم پیامدهاش در حوزه تمدن ایرانی وخیمتر و شدیدتر خواهد بود. طبیعی هست که اینها برای اجرای اجندای کلی و دستور کلی که محدود کردن این کشورها و عقب نگه داشتن این کشورها به منظور
عدم مهاجرت به منظور عدم رشد، عدم توسعه و کم شدن جمعیت اونها و دست کم جلوی رشد اونها رو گرفتن هست، یک جو خبری ایجاد میکنن، یعنی وسیله اونها برای شستن اذهان و ذهنها ایجاد کردن یک ماتریکس خبری هست، یک ماتریکس خبری یا یک جو خبری که هیچ گونه ارتباطی با اصل موضوع و اجندا و دستور کلی ندارد، اما برای فریب اذهان مردم این کشورها از اونها استفاده می شود. یکی از این در واقع ابزارهای قدرتمند رسانه‌های فارسی زبان دولت‌های در واقع بیگانه هست که همه اینها در خدمت اجندای کلی و نظم نوین ابراهیمی خاورمیانه هستند که بسیار ایران ستیز است و مطابق پیمان ابراهیم رو پیش میبرن. تحویل خراسان بزرگ، یعنی ستون فقرات تمدن ایرانی به گروهی ابراهیمی اسلامی و به شدت ایران ستیز و به شدت هند و ایرانی ستیز که میدونید آثارش فراوان هست. دفعه پیش مجسمه بودا رو خراب کردن و الان آتشکده تخت رستم در ولایت سمنگان رو دارن خراب میکنن. در واقع به تحویل ایران تحویل ببخشید خراسان یا افغانستان به چنین گروهی در همین راستا هست و طبیعی هست که رسانه‌های اونها از جمله بی بی سی که شما فرمودید که من به سرعت اینجا در عرض یک دقیقه برای شما توضیح میدم در خدمت انجام این اجندای کلی هستند. در مصاحبه خبری علاوه بر تبلیغات غلطی که بی بی سی انجام میداد و میگفت طالبان عوض شده، طالبان اصلاح طلب شده، طالبان خوب شده، که همه اینها نشون میداد که اینها آمده اند که بمانند و آمده اند که در واقع طالبان رو تطهیر بکنند تا به جان ایرانیان شرقی یا خراسانیان یا افغانستان بندازند، علاوه بر این خبرها شما دیدید که در مصاحبه هایی که چون بی بی سی اینو ما باید بدونیم که رادیوها و در واقع رسانه های فارسی زبان بیگانه، اینها اون بردی که اون هیئت مدیره‌ای که بی بی سی رو اداره میکنه در اون اعضای MI6 هستش و در واقع بی بی سی یک ارگان جاسوسی هست، یعنی به صورت رسمی بی بی سی در هیئت مدیرش اعضای MI6 داره. بنابراین خب ما میدونیم ایرانی ها مردمانی ساده، مردمانی خوش ذات و خوش نیت و مهربان هستند. از جمله جانفشان ایران زمین و خراسان فهیم دشتی که خب من این مصاحبه رو داشتم میدیدم و من دیدم که عرضم به حضور شما که وسط مصاحبه، هرچند که من تعجب کردم گفتم شاید حتما ایشون در نمیدونم غاری هست، جایی هست که میدونه مطمئن هست از جهت امنیتی داره حالا یه جوری صحبت میکنه، ولی خب به هر حال ایشون اینترنت داشتن، ایشون وصل شده بودن و این مشخص بود که ایشون در یک مکان عادی بود. متاسفانه از این سادگی این فرد فوق‌العاده شجاع و فوق‌العاده که دست راست احمد مسعود بود، خب بی بی سی سو استفاده کرد، با ایشون مصاحبه‌ای ترتیب داد. در هنگام مصاحبه به بهانه اون که اشتباهی صورت گرفته شماره زوم اون رو که من اول فکر کردم شماره تلفن هست و روی صفحه آورد و بلا فاصله موشک‌های پاکستانی این فرد رو جانفشان ایران و خراسان کردند. و جالب اینجاست بعد از اینکه من این موضوع رو متوجه شدم و نوشتم در شبکه‌های اجتماعی، پاسخی که بی بی سی به این داد این بود که عذر بدتر از گناه بود، یعنی خواستن ابرو رو درست کنن، زدن چشم رو هم کور کردن و گفتن این شماره تلفن نبود، اشتباه میکنید، این شماره زوم بود، در صورتی که شماره زوم هم مانند شماره تلفن و حتی دقیق تر از شماره تلفن جای افراد رو مشخص میکنه و به ویژه سازمان های اطلاعاتی و دستگاه هایی مثل ISI در واقع یا سازمان اطلاعات و امنیت پاکستان که دست راست موساد و CIA در واقع در خاورمیانه هست،
این براش کاری نداره از طریق شماره زوم جا رو مشخص کنه و یک همچین اتفاقی متاسفانه فاجعه ای افتاد. من در آخر سخنانم، من با پوزش فراوان میتونید از بخش بعدی سخنان من کم بفرمایید، فقط من یک در 30 ثانیه توضیح میدم مغالطه ای در اینجا شده و باز پس از اینکه من باز دوباره پاسخ دادم به بی سی و گفتم شماره زوم در واقع از شماره تلفن دقیق تر جا رو مشخص میکنه، مغالطه ایجاد میکنن، میگن مگر بی بی سی نمیتونست از قبل بدون اینکه این رو در صفحه نشون بده در پشت پرده این شماره رو برسونه به آی اس آی یا به ارتش پاکستان؟ من پاسخم این هستش که اولا نمیتوانست، برای اینکه شماره اگر همچین کاری رو انجام میداد رسما قابلیت پیگرد داشت و این مشخص بود نقل و انتقالات، اما با این کارش اینگونه در واقع بی بی سی بعدن توجیه میکند که اشتباه فنی رخ داده و کسی نمیتونه اینو ثابت کنه. یعنی با نشون دادن این شماره به صورت تصادفی میگوید اشتباه فنی شده و قصدی در این نبوده، در صورتی که اگر پشت پرده میداد تمام افرادی که دستور دادن، تمام افرادی که این پیام رو منتقل کردن بعدن قابلیت پیگرد قانونی داشتن. من پوزش میخوام از جناب عالی و همچنین از جناب اربابی، اگر که زیاد صحبت کردم از بخش دوم من میتونن صحبت هامو کم کنم. خواهش میکنم. سپاسگزارم. آقای اربابی شما 5 دقیقه بیشتر فرصت دارید در این دور. اون آقای حاضری 5 دقیقه بیشتر سخن گفتن و شما داشتید وارد جزئیات اون طرح بزرگترتون که ارائه دادید میشدید. من نمیخوام وقت رو ضایع کنم، در خدمت شما هستم. بله، من البته خب ما گویا با همدیگر دو تا میدون میریم، ولی دو تا میدون یه جا با همدیگه میخوره، اونگونه که سرکار حاضری میپردازد و اونگونه که من میپردازم، یه جا با همدیگه نزدیک میشه. حالا من اونجا رو به اونجا میرسم. من گفتم 3 گونه رسانه داریم. یه رسانه هایی هستن که کشورهایی که باره اومانیستیشون بالا هست میخوان گزارش ها رو کمیش درست نشون بدن، برای نوم اون چی که من میفهمم توی اسکاندیناوی میشه بعد رسانه های گونه یافت که یا کشورهای اروپای میانی. یک گونه دیگه است که رسانه های بزرگ من بینها میگم و اینها رسانه های آمیخته هستن. رسانه آمیخته بیشتر از هر چیزی در دست قدرت های اقتصادی و سیاسی جهان هستن، همین روزنامه رویترز و اینا که تو آمریکا هستن، انگلیس هستن، فرانسه هستن، پشت اینها سرمایه‌داران بزرگی هستن یا خود اون سرمایه‌داران بخششون رو این رسانه‌ها می‌گیرن یا به هر روی تو بگونی در میان سرمایه‌داران بزرگ و اینها یک داد و ستد هست. این رسانه‌ها رسانه بسیار ویژه‌ای هستن. این رسانه‌ها خبراشون رو میآمیزند، دروغ و راست رو میآمیزند. نخست خبری رو درست میگن تا بینندگان، شنوندگان بباورن که این رسانه درستیه و سپس که این باور رو آفریدن و دیدن که درستی جاهایی، یه باورم درست میشه که هر چی رو که اینها میگن میتونه درست باشه. در دل این، تو شکم اینها دروغ میذارن، چیزایی میذارن که درست نیست. اصلی و کارا، یعنی اون شلیک اصلی رو از 100 تاش که 99 تاش ممکنه درست بگن، اون 100 در واقع شلیک به مغز. بله، این و این اینجا هست که اینها زمینه رو میآفرینن، خوراک میدن تا اون تیری رو که به گفته شما نیاز داشته باشه در دل این تاریکی بزنن و اون تیرم بخوره و میخوره تیر. این خبر رو اینا رو میگن که رسانه‌های، من البته نامشون رو آمیخته گذاشتم که راست و دروغ رو با هم قاطی میکنن و میبینیم یه خبر رو یک رسانه یه طور میگه، رسانه یه طور دیگه، رسانه یه طور دیگه میگه. چرا این همه پراکندگی است توی رسانه ها؟ اگر به درستی با فیلم و عکس و آدم اونجا خبرها رو میدن، به این برمیگره، به این که پشت اینها یه سری هدفهایی هست، یه سری دستهایی هست. البته من نمیخوام سراغ تئوری توته برم،
و اون کانسپیرسی تئوری من نمیخوام سراغ اون برم. البته اون هم نه اینکه سخن بی خودی باشه، بیگمان در این قدرت های جهان اینا به کار میگیرن، ولی من حالا میخوام این بخش رو بذارم یه توی یک بخش دیگه اگر نیاز باشه. ولی این بخش بسیار بسیار ریزم است. بی بی سی یکی از این رسانه هاست و بی بی سی آمیخته است با چند چیز. یکی این که پشتش دولت بریتانیاست، امپراتوری بریتانیاست، دارای آرمان ها و هدف های دیگر. این که پشت بی بی سی سرمایه‌دارانی هم هستند که به سخن دیگر بی بی سی هم نمایندگی میکنه از قدرت های سیاسی، قدرت سیاسی بریتانیا و همین که از قدرت های اقتصادی. بی بی سی از همون زمانی که پدید اومد و خودش جا انداخت در میان کشورهای جهان سوم، بی ویژه کشور جهان سوم و کشور ایران، دیگه همه چی دستش بود و تونست به سادگی هر آنچه را که درش بخواد بگه و جا بندازه. برای نمونه شما در سال 57 که به سال من هم میخوره، اون زمان یه جوان 19 20 ساله من بودم، میدونم که شده بود رسانه بی بی سی رسانه ملی شده بود، یه به گفته این رسانه جنبش شده بود. و این اون ریسکاری و زیرککاری هایی که اینها میتونستن انجام و انجام هم دادن. شما رسانه دیگه هم همین کاره میکنن، کم و بیش رسانه آمیخته. اینو من باز برمیگردم برای اینکه سخن خودم روشن‌تر بگم. این رسانه سوم هم داریم که این رسانه های به باور من پلید هستن و از گونه رسانه جمهوری اسلامی، از گونه رسانه هایی که توی کشورهای عربی و اسلامی هست. اینها 100% اون گونه می نویسند و گزارش میدن که فرمان از اون بالا میاد، فرمان 100%. حالا در لابلاش هم چند تام راست هم میذارن، نه اینکه همشون دروغ باشه، اون هم از همون ابزاری که یک 30 تا 40 تا راست بگو 10 تام دروغ توشون بذار تا در دل اون راستا این دروغایی که بسیار کارام هست جا بندازی. اینا این کار انجام میدن ولی اندازش کمتره. ولی خب اون رسانه میانه خب راست هم بسیار میگن، رسانه‌ای که آمیخته هستن بسیار بسیار میگن. در پیوند با بی بی سی که بیشتر سخن این گفتار امروزمون هست، که امیدوارم که بی بی سی این پیام ها رو بگیره و واکنش رو که نیاز هست بده و سراغ بازم ماسمالی نشه و نره. در نگاه من شما زمانی که در بی بی سی 57 رو ما برمیگردیم، مانند یک کیس بگیریم، یک فیلد استادی اون زمان رو بگیری، میبینیم که مردم بس وحشتناک به بی‌بی‌سی وابسته شده بودن. رسانه های رژیم شاهی رو نمیشنیدن، باور نمیکردن، مثلا دارن دروغ میگن اینها. ولی رسانه بی بی سی رسانه شده بود 100% راستگو و حتی ما گزارش هایی داریم که بی بی سی به گونه کد میداد، خط میداد به حتی شورش ها و جنبش هایی که در درون تهران انجام میشد. و این هم کسانی که پژوهیدن این بخش رو به اینجام رسیدن که این پیام این بوده و همونجا هم این کار انجام شده. و این نشون دهنده ای که بی بی سی نمیتونه یک رسانه پاکیزه‌ای باشه، یا پاکیزگیش بسیار کمتر از اون ناپاکیشه و بیگمان نمیتونسته بی بی سی هم جز این هم کاری بکنه. اینی که در پیوند با در فهیم دشتی در خراسان رخ داده، البته من نمیتونم به اون توانمندی که سرکار حاضری میگه که توانمندی میخوام امکنه سفت سخن بگه نمیتونم برم، ولی این یکی از اون پرسش هایی هست که میتونه اون تئوری رو که رسانه های از گونه بی بی سی رسانه آمیخته ای هستن و راست دروغ رو با هم دیگه میتونن بیامیزن، میتونه اینجا هم همین باشه. به سخن دیگر یه مش راست رو بگه، خبره راست رو کم بیش بگه، تو دلشون دروغ بذاره و این رسانه ها جهان رو ببین. این نکته هست که من برام بخش روانشناسی اجتماعیش برم، این رسانه ها جهان رو به گونه ای آفریدن که تو گویی که اینها همشون دست پرورده های این رسانه ها هستند. یه طوری پرورده شدیم از این رسانه ها که راست دروغ رو قاطی بکنن و به ما بیاموزن. برای نمونه حالا من میگم که فرهنگ هایی که بر دروغ سوار باشن، یه تئوری هست در نگاه خود من روشن بسیار کار کردن، این فرهنگ دروغ مردمان رو بیان که خود بدانن دروغ اندیش بار میارند، بیان خودشون بدن در ناخودآگاهشون، زیرا اون پایه ها مایه ها اون دیتایی که اینها دادایی که اینها میاندیشن دروغه، بر پای دروغ اینا این دروغ رو بر اون دروغ میذارن، دروغ سومی در میاد. و
برای نمونه داستان اسلام از نگاه من که پژوهش اسلام یک چنین نهادی هست که از پایان از اون بنیاد بر دروغ گذاشته شده بود، دروغ رو بر دروغ نهادند، به اندازه این دروغ رو دروغ رفت که یک کوهی شد و تا به اونجا رسید که مردم دیگه نمیدونستن که این همینا دروغ هست، باورشون نمیشه که این همشون دروغه و بس که بزرگ شده بود. این رسانه‌های کنونی هم در نگاه من این بگونه ما رو بار آوردن و پروروندن جهان مدرن رو که دروغ ها شده است، یه بخش از دروغ ها شده است، یه بخش از راستا اون مایه ها و پایه های اندیشیدنمون، آنالیزمون، ارزیابی ما، همون اکنون خب میشینیم خبرها رو گوش میدیم از بی بی سی، از رادیو فردا، از دیگر رسانه، اینا رو ما میشنویم و بر پایه اینها آنالیز. حالا اینا که تو اینم قاطی دروغ هم هست، از توش چی در میاد؟ به باور من یه چیز بسیار نومید کننده ای هست این اون چی که ما اکنون داریم در پیوند با رسانه. البته نگاه نقد رو من میندازم، چشم من نگاه نقد میندازم، ولی میخوام که این رو یه پرسش بذاریم که رسانه ها با این ویژگی که دارن بشر رو دارن به کدام سمت میرن و چه کاری دارن با بشر انجام میدن. من سخنم به پایان میرسونم. سپاس. سپاس فراوان. همین اکنون من توی این فاصله که شما سخن میگفتید توی اینترنت گوگل سرچ کردم، ده ها مطلب اومده که من یکیشو دو سه خطش رو میخونم در همین زمینه نقش بی بی سی در ایران. نوشته شده در فیلم مستندی که در 27 مرداد به مناسبت کودتای 28 مرداد 1332 توسط شبکه فارسی زبان بی بی سی پخش شد، این شبکه برای نخستین بار به نقش رادیوی فارسی زبان بی بی سی به عنوان بازوی پروپاگاندای دولت انگلیس در ایران و ایجاد کودتا برای براندازی دولت دکتر مصدق از آن کرد. دوستان میتونن، بینندگان گرامی رو عرض میکنم، برن سر فرصت سرچ کنن و سوابقش رو در بیارن، چون ما اینجا نمیخوایم وارد جزئیات تاریخ بشیم، میخوایم اون فضای عمومی رو نشون بدیم تا ما هوشیار باشیم که زیر هوای خوش خبری که انواع بی بی سی ها در کشورهای مختلف به طرف ما جاری میکنند، همواره نقشه های پنهان دیگری هم ممکن است باشد. خب جناب حاضری، شما سخنتون رو ادامه بدید و من یک پرسش دیگه از شما دارم که بعدا هم پرسش رو از آقای اربابی هم خواهم کرد، و اون این که تغییر اولویت های جوامعی که مخاطب این رسانه ها هستن یکی از ترفندهای رذیلانه است واقعا درباره خام کردن و خواب کردن ملت ها و بعد ضربه بهشون زدن، اول بیهوششون بکنن بعد سرشون رو ببرن. و دلم میخواد که در این رابطه اگر تجاربی دارید و آگاهی دارید با بینندگان در میان بگذارید. همه ما باید به هوشیاری همدیگر کمک بکنیم. بعضی کافی از اینها خوردیم در طول تاریخ تا یک بار دیگر اینها نتونن ترفندهای مشابه رو بر ما سوار کنند، و در این حال باید هوشیار باشیم. وقتی که ترفندی از اینها رو میشه، اینا دور بعد شکل و شمایل کارشون رو عوض میکنن. بفرمایید. بله جناب مانی گرامی، شما دست در واقع روی یک نکته بسیار حساسی گذاشتید و یکی از مهمترین هدف رسانه های فارسی زبان. ببینید در جوامع غربی مسائل اقتصادی بسیار مهمه، شاید مهمترین مسئله باشه. هیچ وقت یک دولت بیگانه نمیاد پول خرج بکنه، هزینه های سنگینی بده، رسانه ای درست بکنه، کسانی رو استخدام بکنه و با هزینه های سرسام‌آور ماهواره ای و غیره و با کارمندهای فراوان و استودیوها و در واقع ساختمانهای فراوان 30 میلیون دلار پول میگیره. بله. 30 میلیون دلار، تازه این چیز آشکارش هست. شما مطمئن باشید که این سازمانها مثل فرض بفرمایید
حالا فرض کنید بی بی سی و غیره، اینها یه بودجه ای دارن که اعلام میکنن که در اختیار خبرنگارا قرار میدن، یه بودجه مخفی هم دارن که با اون افراد رو میخرن و یه سری مزدور برای خودشون در هر کشوری درست میکنن که اونو اعلام نمیکنن. ولی با این حال وقتی ما میبینیم که هزینه های میلیون ها دلار، ده ها میلیون دلار، حتی فرض کنید مثلا حالا ایران اینترنشنال بیش از 100 میلیون دلار هزینه عربستان سعودی کرده برای این رسانه، به طوری که حقوق اینا مثلا از بی بی سی یا غیره به مراتب بیشتره، یعنی افراد از بی بی سی میرفتن ایران اینترنشنال چون حقوقاشون اونجا دو برابر تا سه برابر بود. بنابراین اینها رو به خاطر علاقه به ما، به ایران، به فرهنگ ایرانی، به مردم ایران، به تمدن ایرانی و مردمان ایرانی تبار در خاورمیانه از تاجیکستان و افغانستان و ایران و مناطق کردنشین و غیره، اینا به خاطر چشم و ابرو ما چون این کاری نمی کنن. اینها هدفی که دارن اون چیزیست که امروزه به زبان فلسفی به اون میگوین ماتریکس خبری یا ماتریس خبری، و به زبان عادی و عمومی ما به اون میتونیم بگیم جو خبری. یعنی این ماتریکس خبری و این جو خبری که مثل یک تار عنکبوتی روی اذهان طبقای مختلف اجتماعی رو میگیره، از مردم ساده گرفته تا روشن فکرهای اون اجتماع رو، این تار عنکبوت پخش میشه توی ذهن اونها، اولویت‌های جامعه رو عوض میکنه، سیاه رو سفید و سفید رو سیاه نشون میده تا اجندای کلی و دستور کار اصلی و کلی که نظم نوین جهانی و نظم نوین در واقع ابراهیمی ایران ستیز در خاورمیانه هست مطابق با پیمان ابراهیم مثلا در کشورهای حوزه تمدن ایرانی اجرا بشه. راه بیرون اومدن از این ماتریکس خبری، از این جو خبری، این است که رسانه‌های مستقل مثل شما، فرض بفرمایید مثل رادیو مانی، بیایند اخبار رو به صورت ابجکتیو نه به صورت سابجکتیو بررسی بکنن، یعنی به صورت علمی و واقعی اینها رو راستی آزمایی بکنن و در اختیار مردم بگذارن، تحلیل‌های درست رو و اخبار درست رو. من فقط به صورت خیلی خلاصه به دو تا از این جو خبری و ماتریکس های خبری که باعث انحراف اذهان شد، یعنی همه یه جور دیگه فکر میکردن اما به قصد دیگری این جو خبری ایجاد شده بود اشاره میکنم. یکی جنگ با داعش در سوریه بود و اینم من به شما بگم تمام اینا، حالا ما بی بی سی رو اینجا به عنوان مثال آوردیم چون این قضیه جانفشان ایران زمین فهیم دشتی رخ داد، روسیه هم همین گونه است، آمریکا هم همین گونه است، فرانسه هم همین گونه است که دیدیم همکاریش رو با جمهوری اسلامی در ترور روانشاه جانفشان ایران بختیار و غیره. بنابراین یه نمونه از این ماتریکس های خبری که اینها جوی که ایجاد میکنن رو سیاه و سفید و سفید و سیاه نشون بدن ولی اجندا چیز دیگه هست رو بهتون نشون میدم. مسئله جنگ مبارزه با داعش، جمهوری اسلامی و روسیه تحت در واقع پروپاگاندای خبری جو عظیمی ایجاد کرد، ماتریکس ایجاد شد، حتی بی بی سی صدای آمریکا از این اجندای کلی پیروی کردن چون در پشت صحنه اینها همشون پیرو نظم نوینن، همشون با هم همکاری میکنن. در واقع اینها آمدن و جو ایجاد کردن، تار عنکبوتی بر ذهن ایرانی و مردمان تمدن ایرانی انداختن که جمهوری اسلامی و روسیه دارن با داعش گروه تروریستی متحجر اسلامی مبارزه میکنن و اگر ما در داعش با داعش در سوریه مبارزه نکنیم باید پس فردا در ایران در داخل خاک ایران جواب پس بدیم. خب اینها وارد شدن،
حاصل کار تمام عملیات هایی که بین ایران و سوریه از یک سمت و داعش و ترکیه که در واقع ناتو خجالتی هست از سوی دیگر کردن، حاصل کارش این بود که سوریه رو تکه تکه کردن، سوریه رو از با خاک در واقع یکسان کردن، نابود کردن و بزرگترین دشمن اسرائیل یعنی حزب ناسیونالیست بعث در واقع سوریه رو به خاک ذلت نشوندن. تا جایی که پس از این جنگ داخلی ساعتی نیست که اسرائیل روزی نیست که اسرائیل روزی 100 تا 200 حمله به سوریه نکنه، در صورتی که تا قبل از اون یک حمله هم انجام نمیشه. خب این جو ایجاد شد، به ظاهر برای مبارزه با داعش بود، اما هدف اصلی نابودی سوریه بود. حالا همین مسئله در افغانستان ایجاد شده. طالبان گروهی عین داعشه، همون گونه خونریز، همون گونه جنایتکار، همون گونه سلفی، اما این بار نه جمهوری اسلامی و نه روسیه و حتی رسانه هایی که با اونها همکاری میکنن، عملا از این دوتا حمایت میکنن، مثل بی بی سی، میگن طالبان عوض شده، طالبان مهربون شده، طالبان اصلاح طلب شده. برای چی؟ برای اینکه ارتش ایران رو خونسا کنن که نتواند در جایی که واقعا باید از مردم پارسی زبان و از مردم ایرانی تبار خراسان بزرگ دفاع بکنه عمل بکنه و کل اون کشور برای دهه ها زیر سم طالبان، سم اسلامی ابراهیمی طالبان مطابق با پیمان ابراهیم تلف بشه. این یک نمونه ای از ماتریکس خبری و جو خبری و تار عنکبوتی بود که برای انحراف اذهان به ذهن حتی روشنفکران ایرانی انداخته میشه. از این نمونه ها زیاد هست، البته چون وقت ما نداریم من دیگه اشاره نمی کنم، ولی این نمونه آخر بود که واقعا ببینید چقدر آشکار بود که برای منافع خودشون سیاه و سفید و سفید و سیاه نشون میدن و همه با هم همکارن. یعنی پشت پرده هم جمهوری اسلامی، ببینید الان جمهوری اسلامی در استحکام طالبان چه همکاری با آمریکا کرد، یه نمونه بارزش دیگه خودتون حد بزنید. و همین روسیه هم دیدید که خونسا شد، در صورتی که اگر واقعا منافع ملی حتی به روسیه فکر میکرد، روسیه الان باید لشکر میکشید و طالبان رو همون کار رو باش میکرد که داعش رو کرد. یعنی خطر طالبان در افغانستانی که نزدیک به روسیه هست به مراتب بیشتر از خطر داعشی است که به مراتب دورتر از روسیه هست. ولی چون سیاستمداران روسیه هم به منافع ملی نمی اندیشن و اونها هم فاسدن و اجندای کلی رو اجرا می کنن، مانند جمهوری اسلامی در اینجا خونسا شد. بله، امروز در نشست بین المللی که درباره وضعیت افغانستان و فقر و فاقه در اونجا جاری بود، بیان شد که اگر کمک‌های مالی، غذایی و دارویی به مردم افغانستان نرسه، تا 20 روز دیگر مردم افغانستان غذایی برای خوردن نخواهند داشت. ما چند روز پیش با آقای هلمند اربابی و آقای شاهین نژاد برنامه‌ای داشتیم درباره هپتالیان و اینکه اونا چرا حمله میکردن به دولت ساسانی، و در همون زمان ها البته جریان های دیگر، قبایل دیگه حمله میکردن. یکی از دلایل عمده یورش اونها به ایران از روی گرسنگی بود و می آمدن برای که چیزی گیر بیارن و بخورن، اونها که آتیلا رهبرشون بود و خیلی دیگه دقیقا هم از همین منطقه شمال خراسان می آمدند. حالا مردم ایران احتمالاً باید منتظر باشند که اگر مردم افغانستان وارد یک گرسنگی مزمن طولانی بشن، ممکن اصلا مرزها رو با خون خود کنار بزنند و
وارد کشور. بله جناب مانی گرامی، من خیلی پوزش میخوام، فقط یه پرانتز کوچیک باز میکنم. این است که علاوه بر حالا گشنگی، این اصلا نقشه هست. نقشه این است که حتی پارسی زبانها رو و بخشهای پارسی زبان شرقی ایران یعنی خراسان و سیستان رو از ایران جدا بکنن. یعنی این نقشه هست و این الان یک بهانه است و این در یعنی دلیلش رو در رسانه ها نمیگن به خاطر همون جو و ماتریکس خبری، ولی 85 میلیارد دلار اسلحه که آمریکا در افغانستان جا گذاشته، مثلا انگار که مثلا نمیدونم ساعتشو جا گذاشته یا نمیدونم قندونشو جا گذاشته، 85 میلیارد دلار اسلحه، این در واقع هدیه به طالبان برای آغاز یه جنگ بزرگه. الکی همچین در واقع مسئله رو جا نمیذاره. اینو فقط به عنوان یک پرانتز باز کردم، ببخشید. سپاسگزارم. و اما آقای اربابی گرامی، شما میدونید که دلایل برپایی رسانه‌های فارسی زبان، حالا ما فارسی زبان رو میگیم چون بیشتر به میهن خودمون و افغانستان و تاجیکستان احتمالاً مربوطه، دلایل این کار چیه؟ دلایلش این هست که وقتی در درون کشور با هر نظامی که تا حالا داشته استبداد و خفقان هست، در درون کشور وقتی که رسانه ها دروغ میگویند یا شهامت بیان واقعیت رو ندارند و روزنامه ها، روزنامه نگاران و خبرنگاری که بخواهد روشنگری کند واقعیت رو بگوید کشته می شود، رسانه های دولتی تحت استبداد حکومتی و استبداد مذهبی میان شروع می کنند به پخش دروغ، تحریف بر اساس اون خرافات و منافعی که دارن و اینقدر دروغ میگن، مردم رو تحقیر میکنن، حقایق رو تحریف میکنن، اخبار رو وارونه بیان میکنن که مردم احساس میکنن در خلأ خبری و تحلیلی قرار دارن و با پای خودشون فرار میکنن، میرن به دهان دشمن، دهان رسانه های بیگانه. پس نقش اصلی رو در واقع شریک دزد و رفیق قافله رو باید دید که چه کسانی باعث میشوند این رسانه ها اینقدر نفوذ پیدا بکنن توی مردم که مردم پشت به رسانه های خودشون بکنن، چون رسانه خودشون نیست، رسانه استبداده و بعد جایی هم ندارن، چاره هم ندارن، امکانی ندارن، پولی ندارن رسانه درست کنن، اپوزیسیون نیرومند و آگاهی ندارن که اینا به جای حرافی و پشت سر هم زدن یک رسانه ملی درست کنن، رو ایران حرفای واقعی براشون بزنن. ما هم به عنوان رسانه جوبارهای خیلی خیلی باریک و کوچک اصلا کاری نمیتونیم بکنیم، هزینه نداریم که بخوایم اخبار رو راستی آزمایی بکنیم، تحلیل درست برامون بگذاریم و خیلی چیزای دیگه. این هست که در این بیابانی که خار مغیلان زیر پای مردم هست، اینها برای اینکه حتی به یک ریگزاری برسن که کف پاهاشون خونی نشود، خودشون میدوند به داخل دهان سیستم های خبرساز فارسی زبان در کشورهای دیگه و اونا هم از این را نقشه هاشون رو پیاده میکنن. شما رو بشنفیم، بفرمایید. بله من بحثم که همچنان که دوست گرامیمون سرکار حاضری گفتند، رسانه هایی که به نام پارسا خودتونم گفتین، خب اینها برای ما که کار نمی کنن و شیفته ما نیستن، بیگمان اینها در پی خواسته ها و سودهای خودشون هستن. پس این اون شالوده هست. زمانی که ما این شالوده رو باور داشته باشیم، می توانیم از درون این پاسخهای دیگری هم بیابیم، نه اینکه بنشینیم پندارگرایی بکنیم و بریم دنبال چیزایی که می تونه نباشه. بیگمان تلویزیونی که وابسته است به عربستان، اینها خب میخوان که سپهر سیاسی درون ایران رو به گونه پیش ببرن که خودشون میخوان. اونا چی میخوان سخنی هستا که ما خب ما که میدونیم. یا رادیو فردا
که حالا رادیوس که ما بسیار بهش گوش میدیم، یعنی هر روز من چند بار بهش برمیگردم و گوش بهش میدم میشنوم، یا رادیو بی بی سی یا رادیو استرالیا یا رادیو آمریکا. خب اینها گام نخست، چون پول از خود دولت ها هم میگیرن، یک نهادهای آزاد نیستن، کم و بیش همون خواستای خودشون رو پیاده میکنن. البته اونا میگن که ما چون دموکراتیک هستیم، این برپای دموکراتیک ما میگیم گزاره ها رو میدیم که نیوترال باشن، آزاد باشن، خبر رو درست بدن، اینا رو میگن و در همین راستا یه بخشش کار میکنند و کارشون هم همینه که گفتم که اون رسانه‌های آمیخته هستن، اینا رسانه‌ای که راست دروغ رو به هم میامیزن و راست 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 میگن، تو یه دروغ درشتی بگن کسی هم نفهمه که این دروغه و بنشینید من تیری میمونه که بخوره تو دلشون. این و اینکه ما الان در جهان کنون چه کار میشه کرد، به راستی کار دشواریه، بسیار هم دشوار هست، برای اینکه همه چیز ریش و قیچی و همه چیز دست اونهاست، میبرن میآراین میپیراین همونگونه خودشون میخوان، کار بسیار دشواری هست. رسانه های کنون، اگر من فشرده سخنم را بیارم، رسانه کنونی یا جهان کنونی رسانه ای یه بسیار پیچیده هست. نخست اینکه بشر بسیار تشنه خبر و داده ها شده اکنون، این یک خوی در ما پدید اومده و این همون چیزی هست که شاید اینها میخواستن و میخوان، یا جهان کنونی میخواد، حالا که جهان ساخته و یه نگاه توطئه ببینیم، ولی جهان کنونی رو میخواد و چون این هم میخواد فراوان میریزن. چندی هم هست که این جهان دیجیتالی بسیار گسترش یافته و تو این هر چی میریزند و یه جهان بسیار آشفته ایم هست و به درستی هم آدم گاهی میپرسه که ما به کدام سمت میریم که نه کنترلی هست نه حالی سری میگن کنترل هست در نگاه کنترل نیست و میشنویم میخونیم از ایران یک ریز خبر میاد درست نادرست اینو کجا و هر چی که خبر میاد ما اینا رو پاکشون نمیریم، هیچ فیلتر روشنی نداریم، فیلتر مغزیمون یه فیلتر پیچیده و پیشرفته ای نیست که اینها رو از هزار تا سوراخ بگذرون تا به ما برسه، بلکه میگیریم و مینشینه اونجا هم مینشینه. حتی برخی میگن تا نباشد چیزکی مردم نگوین چیزک چیزها، خب این لابد چیزی بوده که این درست شده. همین بسه که ما زمانی که پشت این دریافتن بریم این خبر رو میره تو مغزمون مینشینه و آدمی که این همه زیر فشار بمباران، ما بمباران گزاره ها هستیم، این انسانی که امروز حالا اونگونه که من میاندیشم انسان امروز بیش از اندازه بمباران گزاره هاست، خبرها هست، این خبرها بخشش درست بخشش نادرست، ما داریم به کدام سمت میریم، این آینده بشر چی هست؟ آیا همین گونه که سرکار حاضری میگه که داره بشر داره کم کم از میدان اجتماعی کنار زده میشه و این ساخت نهادهای ساختگی یا کارخونه‌ای یا مصنوعی به گفته اینها همه چی رو در دست میگیرن، آیا این شدنی هست میشه تا آینده و یا اینکه یک هشداری هست که داره به اون سمت میره و مردم جلوش رو بگیرن. به هر روی این یک در نگاه من ما تو یک جهان بسیار پیچیده‌ای افتاده ایم که خبرها گزارها بسیار فراوان ناروشن روشن پیچیده، فیلترشون کار دشواری، قربالیدنشون کار بسیار دشوار. یک اینو در حالت در سخنانم دوستانم گفتن سرکار حاضری که من تو سخن خود منم بود که رسانه های کنونی چون قدرت دستونها هست، همه چی دستشون هم هست، یکی از کارهایی که میکنن به میان کشوندن گفتمان هایی که نیاز نیست یا تا اون اندازه نیاز نیست و مردم رو سرگرم کردن بردن به یه جای دیگه. برای نمونه خب اکنون نمیشه که ما از کنار افغانستان بگذاریم، ولی بگونی داره سمت داده میشه که اون چی که در ایران هست نبینیم نشنویم. همین اکنون در ایران بدتر از اون چی که در طالبان داره میگذره در افغانستان، براسته مگر ما میبینیم بدتر اونجا میگذره، ولی میگن اونجا رو بدتر از اینجای کردن که این بده کمتر دیده بشه و این نقشیه که شوربختانه رسانه ها یک بخششون گفتم که خب هدفمند است، فرمانیده هست از یک جای دیگه این گزاره رو به ما میرسونن و ما انسانی هستیم که
مانند یک جوجه در برابر این همه گزارهای گوناگون و براسم گیج و منگ هم هستیم. و یکی از شاید هم حالا به نام یک تئوری روانشناسی اجتماعی بگیم که از این که براسی ما هی گرد خودمون هم میچرخیم و میپیچیم و کنار هم دیگه نمیتونیم وایستیم، نمیتونیم با هم متحد بشیم، یک هم دست بشیم، شاید این جهان دیجیتال هست که ما رو گیج و منگ کرده، جهان خبری هست، جهان گزارهی هست که ما رو گیج و منگ کرده. امیدواریم که مانند یک هایپوتزی نداشته باشیم که آیا نمیتونیم باشه که این همه ما رو سرکله هم میزنیم با هم بد و بیرا میگیم، زیرا که همه چی به هم ریخته هست. رسانه های جهانی اون گونه کار میکنن، دیجیتال هم تکنون دست هر کی هم هست، هر کی چیز میگه، کلاب هاوس میسازن، تو کلاس هاوس هم هر چی میاد. من سخنم به پایان میرسونم، امیدوارم که تونسته باشیم که گفتار امروزمون رو یا این گفتمان امروزمون رو با یه گفتار روشن‌تر رسونده باشیم و اون گونه که شما خواسته بوده سرکار مانی ما نزدیک شده باشیم با اون پرسش شما. بیگمان چنین است. من یک بار دیگه میرم خدمت جناب حاضری، اما پیش از اون صحبت از رسانه‌های فارسی زبان شد. شما میبینید این روزا که روزای اربعین است و توده‌های ایرانی بخش وسیعشون پیاده میرن کربلا که ثواب باشه اونا، عراق جلوشون گرفته گفته کرونا است، ما نمیتونیم مرزا رو باز کنیم، هر کس همینطوری بیان و اینا، هوایی بیان بس. حالا رفته سر این که آخه چقدر بیان، چقدر برن. تحلیلگرا میان میگن آقا 30,000 چیزی نیست، عراق باید 60,000 100,000 اجازه بده. یکی میاد میگه آقا هواپیما اصلا نیست برای این کار، چگونه میشه 60,000 آدم رو فرستاد؟ دولت ایران با دولت عراق صحبت میکنه. یکی از اعماق این فساد و تهجر مذهبی و دینی قد علم نمی کند که بگوید آقا اصلا اصل قضیه باطل است. اربعین یعنی چه؟ تشیع اصلا زیر سؤاله، خود دین زیر سؤاله. این مردم پیاده می روند یا پیاده رمشون می دهند به اونجایی که زیر اون قبرها و مقبرها کسی نخوابیده، اصلا جسدی نبوده. خود اسناد رو میتونن دوستان برن پیدا کنن، تازه گیرم که بوده، اصلا امام حسین اون زیره، حضرت علیشون اون زیره، دنیای اونها نیست، دنیای گذشته است. چرا این رسانه ها نمیرن پای اصل قضیه و افشا کنن این خرافات دینی رو، ریشش رو بزنن؟ این همون چیزیست که شما به درستی بیان میکنید. اینها همه چیز میگویند که هیچ چیز نگفته باشند و همه بر حول محور سیاست کلی که دین باید بماند، فرقهای دینی باید بمونند، مردم باید دور اینا بچرخن، سرگرم باشن، سرگیجه بگیرن تا این دولتهای منطقه و دولتهای بیگانه سهمشون رو ببرن. از جناب حاضر خواهش میکنم 7 دقیقه آخر رو سخنشون رو ادامه بدن در همین موردی که سخن گفتیم، اگر حرف دیگری هم هست بفرمایید. بله حتما، من خیلی سریع سعی میکنم که خدمت شما و دوست عزیز جناب اربابی مطالب آخر رو بگم. ببینید در تکمیل و در ادامه اون چه که جناب اربابی گفتن، اون چه که ما در فضای انفورماتیک، در فضای اینترنت داریم، ما اطلاعات و ضد اطلاعات، ما اینفورمیشن و کانتر اینفورمیشن داریم و اینها اطلاعات واقعی رو با ضد اطلاعات کنترل میکنن. یعنی چگونه اطلاعات رو بی ارزش میکنن؟ با ضد اطلاعات، یا همون چیزی که من عرض کردم، با یک ماتریکس خبری و جو خبری باطل، و همچنین البته یه برچسبایی هم میزنن که هر کسی بخواد به مسائل خطرناک و حساس اشاره بکنه، میگن تئوری توطئه رو میده داره ایشون تولید میکنه، در صورتی که این تنها یک برچسب هست و تئوری توطئه هم یک تئوری هست و باید به اون پرداخته بشه و برخی اوقات نشون می‌دهد که تئوری توطئه حقیقت توطئه هست
نه توهم توته. حالا من وارد اون نمیشم، فقط درباره مسئله‌ای که شما گفتید رو عرض کنم. درباره افغانستان، افغانستان اتفاقا انحراف خبری نیست، افغانستان ستون فقرات تمدن ایرانی است و اتفاقا جمهوری اسلامی میخواد که در فضای مجازی این گونه پروپاگاندا بکنه که آقا به ما چه ربطی داره، اگه ما رفتیم سوریه، شما گفتید چرا رفتید سوریه، حالا نمیخوایم بریم افغانستان، میگید چرا برو افغانستان، در صورتی که افغانستان مثل سوریه نیست، افغانستان همسایه ماست، افغانستان ستون فقرات تمدن ایرانی است، افغانستان همزبان ماست، افغانستان با ما مرز داره و آشوب و آشفتگی در افغانستان سبب آشوب و آشفتگی در ایران خواهد شد. دقیقاً در همین جا هست که در علوم سیاسی مفهومی هست به اسم بافر زون، یعنی شما باید بروید خارج بجنگید تا جنگ به درون کشورتون کشیده نشه، دقیقاً چون افغانستان با ایران مرز داره، نه سوریه‌ای که اصلاً مرز نداشت. درباره انحرافات خبری که فرمودید مثل اربعین و داخل ایران، این تنها یک نمونهش هست. شما اگه خاطرتون باشه در دوران اصلاحات بزرگترین فریب 40 ساله اخیر رو به مردم ایران پس از شورش 57 آقای سید محمد خاتمی داد و ایشون بود که همیشه تاکید میکرد ما قانون اساسیمون رو هنوز به درستی اجرا نکردیم، در صورتی که ایشون هیچ وقت صحبت از تغییر قانون اساسی نمیکرد. بنابراین یا اینکه مسائل دیگه، مثلا عوض اینکه شما به فرض بفرمایید آزادی بپردازید، به هویت ایرانی بپردازید، به تمدن ایرانی بپردازید، به دموکراسی بپردازید، به فرض بفرمایید به لائیسیته بپردازید، تمام بحث‌های انحرافی که ایجاد می‌شود حقوق سگ است در این رسانه‌ها، حقوق گربه است و حقوق همجنسگراها. البته کسی نه با حقوق سگ مخالف است، نه با حقوق گربه مخالف است، نه با حقوق همجنسگراها مخالف است، به هیچ عنوان. همه اینها مهم هست و باید اون پرداخته بشه، ولی مسئله این است که این مسائل پست مدرنیستی جوامع غربی است. در جامعه عقب افتاده ای که زن حق پوشیدن لباس آزاد نداره مثل جامعه ایران، در جامعه عقب افتاده ای که آموزشش غلط است، آزادی مذهبی وجود نداره، هویت ایرانی و تمدن ایرانی سرکوب می شود تا مطابق با پیمان ابراهیم ابراهیم می شود، اولویت در جامعه ما مسائل دیگری است که به اونها پرداخته عمدن نمی شود تا با ایجاد جو خبری غلط در رسانه هایی مثل بی بی سی ذهنها رو منحرف کنن، صورت مسئله غلطی ایجاد بکنن که پاسخها و ذهن روشن فکرانم برای حل مسائل غلطی تلف بشه و انرژی اونها تلف بشه که اصلا اون مسائل حل نمیشه، فرض بفرمایید مشکلی رو از جامعه حل نمیکنه. مثل اینکه شما میبینید که بی بی سی تظاهرات داده بود که برای حمایت از حقوق سگها اعلام تظاهرات کرده بود و یه عده خب مردم مهربون و ساده ایران هم رفته بودن و تظاهرات کرده بودن. خب ببینید این یعنی تخلیه پتانسیل اجتماع برای تغییرات جدی، اما سر اهدافی که شما فرض بفرمایید هیچ چیزی رو تغییر ایجاد نمیکنه. آیا ثروت ملت ایران که امروزه داره خرج کشورهای ابراهیمی و عربی میشود با فرض بفرمایید حقوق جانوران به اونها برمیگرده؟ آیا تمدن ایرانی، هویت ایرانی، اصالت ایرانی، شرافت ایرانی با طرح مسائل انحرافی و تظاهرات برای اونها به کشور برمیگرده؟ نه. پس بنابراین همون گونه که میبینید طرح مسائل انحرافی و اشقا در واقع مردم رو به زبان ساده سر کار گذاشتن یکی از اهداف این رسانه ها هست که اصلا ذهن ها رو منحرف بکنن و شما رو در ماتریکس خبری در واقع نگه دارن. این مسئله اربعین هم یکی از همیناست که شما گفتید. از این که به اصل مسئله و خرافات اسلامی اشاره بشه، سر این که چند نفر مثلا آخ 30,000 تا ظلم شد
اگه 35550 نفر بود مثلا خیلی خوب میشد. یعنی در واقع اینطوری بگم، سر کار گذاشتن یک ملتی که در تار عنکبوت نظم نوین ابراهیمی ایران ستیز مطابق پیمان ابراهیم باقی بمونه. یک دنیا سپاسگزارم از هر دوی شما گرامیان. برنامه بود در شناخت اهداف آشکار و نهان رسانه‌های فارسی زبان بیگانه در نبود رسانه‌های ملی که آزاد، دموکراتیک و بدور از شلاق استبداد باشند. شادکام باشید. همه با هم می اندیشیم و می کوشیم که گول رسانه‌های دشمن رو نخوریم. این رسانه‌های دشمن فقط در لندن و جایی از این دست نیستند، در تهران هم فراوانند. یعنی هر چی که هست در همین راستاست. موفق باشید. بدرود تا برنامه دیگه.